ارتباط مستقیم. با درود خدمت شما بینندگان خوب تلویزیون ITC، تلویزیون ایرانیان کانادا، شیوا زریمر هستم در برنامه ارتباط مستقیم. مهمان برنامه امروزمون شخصیتی بسیار محبوب، دوست داشتنی و شناخته شده در جامعه ایرانی ها هستن، آقای مایکل پارسا، نماینده پارلمان قسمت آرورا اوکریجس ریچموند هیل و همچنین وزیر مسکن. با درود خدمت شما آقای مایکل پارسا عزیز و با سپاس از اینکه وقتتون رو در اختیار تلویزیون ایرانیان کانادا گذاشتین. درود بر شما شیبا خانم، مرسی از شما و همه کسایی که در ITC هستن که دوباره این چانس به من دادن که باهاتون صحبت کنم. خواهش میکنم. من میخواستم تشکر کنم از شما به خاطر مطلب خوبی که برای ما فرستادین و ما ترجمهش کردیم و در مجله شهربا من نشون بدم این چاپ شده. از بینندگان عزیزمون میخوام که حتما اینو مطالعه کنن، در دو صفحه، البته مطلبش خیلی زیاد بود. و خبر خوب این بود که دولت آنتاریو شما دارن کاری کردن که سرعت ببخشن به جراحی ها و بهداشت، اینایی که در انتظار، در لیست انتظار هستن و سرعت ببخشن به این کارو. اینو میتونید شما توضیح بدین که به چه صورته و چه کارهایی کردین؟ بله، مرسی اینکه این انفورمیشن رو تو مگزین شهر ما گذاشتین که مردم بتونن بخونن ازشون. و کسایی که الان در این پروگرام رو نگاه میکنن، الان تو آنتاریو ما شیبا خانم برای پروسیجر ها و عمل ها خیلی الان دیلی هست. برای عمل های مثل کاتاراک فور اگزمپل، عمل هایی که میتونن زودتر انجام بدن، مردم الان دارن خیلی وای میستن، ویت تایمشون خیلی زیاده تا بخوان این عمل ها رو بکنن. شما نگاه کنید یک کسی که کاتاراک داره، همه جور چون با چشاشونه همه لایفشون رو افکت میکنه. فارسی میشه آب مروارید مایک آقای پارسا؟ درسته، کاتاراک آب مروارید. آره مرسی. درسته، دقیقاً. سو میدونین که این خب امپکت به کسی زیاد داره. ما الان این قابل قبول نیست که مردم باید انقدر وایسن تا بخوان این عملا رو بتونن انجام بکنن. و به خاطر همین ما این اینیشیتیوی که الان گذاشتیم داریم. این اگزیستینگ این جاهایی هستن که آلردی دارن این پروسیجرها رو انجام میدن. ما فقط تو این اینوستمنت، تو این اینیشیتیو ما 18 میلیون دلار داریم اضافه میکنیم به این اینوستمنت که بتونن این پروسیجر ها رو بتونن کمک بکنن به بیمارستان ها که مردم هم زودتر بتونن این عمل بشه و هم نزدیکتر به خونه هاشون. حتما نباید برن توی، چون نگاه کنین بعضی جاهای آنتاریو شیبا خانم هاسپیتال نزدیک خونه ها نیست، بعضی ها باید 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت بعد درایو بکنن تا برسن به هاسپیتال. و این کمک میکنه که به سنترهایی که نزدیک خونهاشون هستن بتونن هم زودتر هم نزدیکتر بتونن این پروسیجرها رو کمک بکنن. و این توی 3 step ما اینو میخوایم امپلمنت کنیم. یعنی این اماکن آلردی هست یا میخواین یه اماکن یا سنترهایی رو درست کنین در مناطق مختلف؟ اون سنترهای الان آلردی هستن، ولی 4 تا سنتر هم دارن اضافه میشن تو این 18 میلیون اضافه ای که داره به اینوستمنت که اومده. بله، این 4 تا سنتر دیگه اضافه میشه به اون اگزیستینگ سنترها و اون اگزیستینگ سنترها هم دارن روش اینوست میکنن که بتونن این فسیلیتی ها بتونن این عمل ها رو بتونن بکنن. و این خیلی مهمه که من اینو بهتون بگم، چون الان ما نزدیک، اگه الان این اینیشیتیو ما بذاریم، حدود 14,000 تا کاتاراک سرجری میتونه هر سال انجام بشه. خیلی مهمه که شما وقتی نیا کنی بیشتر از 200,000 تا الان مردم منتظر این عمل ها هستن اینجا. فقط 200,000 نفر. بله، 200,000 تا پروسیجر. الان شما نگاه کنین، این فقط یه اینیشیتیو به 14,000 کمک میکنه که 14,000 تا سرجری کاتاراک فقط بتونن کمک بکنن. دیگه چیزهای دیگه میشه، مثلا توی MRI، برای کمک برای MRI که زودتر بتونن بشن، CT scan بتونن زودتر بشن، چیزهای سرجری هایی که نان اینویسیف هستن، این کمک میکنه که مردم بتونن هرچه زودتر تو این سنترها برن و با اوهیب کارتشون
و it's very important که من اینو بخوام اینو بتونم اینو خیلی بعد روش قید بشه. بله با اوهیب باید با کارت اوهیب داره میره، یعنی همون سرویس و همون چیزی که تو هاسپیتال میگیرین تو این سنتر را میگیرین، فقط کمک میکنه که زودتر بشه و مردم وای نستن و این سنتر ها همون سنتر هایی هستن که آردی دارن این کمک ها رو دارن میکنن به پروپس، فقط الان یه ذره سپورت بیشتر، فاندینگ براشون بیشتر میشه که بتونن زودتر این پروسیجر ها رو بکنن. دلیلی که اینقدر کند شد، اینقدر در ویتینگ لیست مردم منتظر هستن، دلیلش چیه؟ بیمارستان ها که همونه، جراحان هم که همون هستن، دلیلش چیه که تو این بعد از کووید این مشکلات زیاد شد کلا؟ خب باید همینطور نگاه کنین، شما پاپولیشن ما داره همینطور گرو میکنه و هرچی پاپولیشن گرو بکنه، نگاه بکنین شما یادتون باشه during اون تایم پندمیک خیلی از فوکس ها رفت توی کمک کردن به کسایی که توی هاسپیتال ها میرفتن برای کرونا ویروس و خیلی این مهمه که ما اینو بتونیم زودتر این بکلاگی که کرییت شده ما بتونیم ادرس بکنیم و این یک انیشیتیوی که داریم پروپوز کردیم. دومین انیشیتیو اینه که یه دونه ما بیل داریم تو پارلمنت انتروڈیوس میکنیم که اگر این بیل پاس بشه تو پارلمنت، کسایی که میان تو آنتاریو از پروونس و تریتوریای دیگه بتونن همون موقع شروع کنن کار کردن توی آنتاریو به نرسینگامون و کسایی که تو مدیکال پروفشنال هستن. این آن تاپ اف اینیشیتیو هایی که ما قبلا گذاشتیم که بیشتر از 6000 تا نرس توی زمان پندمیک و تا آخر 2022 انترنشنالی گرادیویت نرس ها تونستن بیان تو سیستم و کمک بکنن به هلت کیر سیستم همون. اینا همه اینیشیتیو هاییه که ما داریم میذاریم که اون هلت کیری که مردم همه نیاز دارن بهش بتونن زودتر بهش اکسس بکنن و همون پابلیکلی فاندی که همیشه بوده با همون هلت کاردشون بتونن همه اینا رو اکسس بکنن. در مورد آب مرواری یا کترک بیشتر صحبت کردیم، ولی من میبینم تو مطلبتون که نوشین راجع به جراحی های دیگه هم هست، جراحی پلاستیک مثل ترمیم بافت دست پیش بینی شده یا حتی MRI که من شنیدم بعضی از بیمارستان ها برای 6 ماه حتی باید منتظر باشن برای MRI یا اسکن، برای اونا هم هست پس این مسائل. CT سکن، MRI و همونطوری که شما گفتین همون پلاستیک سرجری برای هند soft tissue repair که شما گفتین، اینا همه جزوشون هستن. این خیلی مهمه که شیبا خانم اگن اینا رو اینا کمک میکنه که به ما این پرشر رو بتونیم از هاسپیتالامون و که بتونن دقیقاً اگن همون دکترها و همون مدیکال پروفشنالی که زیر کالج اینجا اپروو میشن قبول میشن این پروسیجرها رو انجام بکنن. این خیلی به همون کمک میکنه. این همش جزء اینیشیتیو های هستش که ما داریم همش نگاه میکنیم ببینیم چی جوری میتونیم بهترین هلت کیر رو و سریعترین بتونیم که مردم نباید انقدر وایسن که این پروسیجر ها رو بتونن بگیرن. اگر یادتون باشه ما دو هفته پیش اناونس کردیم که فارمسی ها الان فارمسیست ها میتونن 13 تا کامن ایلمنت رو بتونن کمک بکنن که دیگه حتما نباید مردم برن توی دکتر و وقت میگیرن برای پروسیجرهای کوچک، دیگه میتونن برن برای گرفتن یه دارو منظورتونه نه؟ بله بله، برای میتونن با اون ماینر ایلمنت رو بتونن با فارماسیستشون صحبت کنن. اگن اینا همه یکی از پارت اینیشیتیوه که ما بتونیم بهترین هلت کیر رو و با بهترین سرویس بتونیم پروواید بکنیم برای مردم با همونطوری که همیشه بوده با اوهیب کارتشون. بله. ممنون ازت آقای مایکل پارسا که اینقدر پشنت هستی. وجدانم من ندیدم نماینده ایر که اینقدر به فکر مردم باشه و اینقدر پشنت باشه، اینقدر فعال باشه. همه جا دوش و دوش کنار ما هستن ایشون در تمام مسائل و اتفاقاتی که در شهر بزرگ شهر تورنتو میفته. این باعث میشه که به قول شما همین کاری که برای فارماسیست‌ها کردیم باعث میشه یه مقدار بودجه دولت هم صرفه جویی بشه، برای اینکه رفتن به دکتر یه نسخه گرفت برای یه داروی ساده، به هر حال دولت باید پول بده به اون مد به اون دکتر، درسته؟ فکر بسیار جالبیه. شیوا خانم ببینید شما همیشه باید فکر مردم باشید.
باید ببینین چجوری میتونین بهترین سرویس رو پروواید بکنین برای مردم اونتاریو، و اون سرویس رو مردم نباید انقدر اذیت بشن که بخوان یه پرسکریپشن بگیرن، نباید انقدر وایسن تا بخوان یه دونه سرجری یا سی تی سکن یا ام آر آی یا کاتاراکت سرجری یا همونطوری که سافت تیشو که گفتین رو دست مثلا. این اِتس آن اکسپتبل. ما باید همیشه پرواکتیولی باید نگاه بکنیم ببینیم چجوری میتونیم با پارتنرامون بیشتر کار کنیم با که بتونیم این سرویس ها رو برای مردم پروواید بکنیم. و این یه چیز خیلی اینیشیتیو خیلی مهمی بود، چون خیلی از کسایی که این میتونن از این ادوانتج بگیرن، دوباره میگم بهتون، مثلا شما این سرجریایی که میتونن زود انجام بکنن چیزایی که امکان داره الان از لایفشون استاپشون بکنه. شیوا خانم، زندگی نرمالشون نتونن ادامه بدن. این it's unacceptable. It's unacceptable. همینطوری هم که آقای پریمیر داگ فورد گفتن این status quo الان کار نمیکنه. جوری که الان سیستم هست، این سرویسی که مردم باید رندرشن نمیشه. ما باید نگاه بکنیم ببینیم چی جوری میتونیم بهتر این سرویس رو امپروف بکنیم و بهتر بتونیم مردم رو سرو بکنیم. خب اون وقت از این مراکز چجوری میشه مردم مطلع بشن؟ از طریق دکترشون، بیمارستانشون؟ البته 18 میلیون گفتین بودجه اومده، جای جدیدی هم ساخته میشه، ولی اگزیستن مراکز رو چجوری میتونن پیدا کنن؟ same way، از طرف دکترشون یا از طرف هاسپیتالشون. همونطوری که شما همونطوری که از طرف دکتر رفتین و اون هاسپیتال میخواست این پروسیجر رو انجام بکنه، الان اونا نگاه میکنن به ایریه هایی که نزدیکترشونه، زودتر میتونن انجام بدن، میفرستن که اونجا. یعنی همون سیستم هیچ جور فرقی برای مردم نمیکنه، فقط اون پروسیجرها رو سریعتر میتونن. ممنون از شما آقای مایکل پارسای عزیز، میدونم عجله داری و وقت کمی داشتین، ولی بازم ممنون از شما که این مطلب رو برای ما فرستادین، خیلی مفید بود و ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین و با سپاس از این شما به خاطر همه زحماتی که میکشین. مرسی که هستین آقای پارسا. ممنون از شما، همیشه این اپورتونیتی رو به من دادین که تونستم این مسیج ها رو با همه شیر بکنم. از شما خیلی ازتون ممنونم، هم شما همه همکاراتون تو در آی سی تی وی و شهر ما. بخار ما هستین شما. ممنون از شما، خدا نگهدار. بینندگان عزیز، امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه و یک بار دیگه از آقای مایکل پارسا تشکر میکنم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. ارتباط مستقیم.